سلام بر شما، به برنامه نگرش خوش آمدید. این برنامه از استودیو هرات تقدیم شما می شود. بحث امروزی ما روی نگرانی از چگونگی روند ثبت نام رای دهندگان، برگزاری انتخابات پارلمانی و چالش های امنیتی در غرب افغانستان به ویژه هرات است. مهمانان برنامه: ناهید فرید، عضو مجلس نمایندگان، ماریا بشیر، فعال مدنی و رئیس پیشین اداره سرونوالی هرات، و سید اسماعیل عیسی رحیمی، فعال مدنی در هرات. خیلی خوش آمدید آقای رحیمی. بحث با شما شروع میکنیم. از دید شما روند ثبت نام که در هرات تا حال پیش رفته درست بودنه؟ چون بررسی هایی که تا حال چندین بار فعالین مدنی در هرات اعلان کردن، نگرانی خود مطرح کردم از اینکه احتمال تقلب و اینکه در ولسوالی ها که ای چند روز آغاز شده به صورت درست نیست. ما امروز نماینده شورای ولایتی را معاون شورای ولایتی نگرانی اعلام کرد که 72 مرکز در 14 ولسوالی هنوز بسته است. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما مهمانان بسیار عزیز و بینندگان بسیار محترم تلویزیون ویدین آریانا، من میخوام اینو شروع بکنم که در طول 17 سال اخیر، یعنی تحول جدید و حضور جامعه جهانی در افغانستان، در کنار از این که ما خیلی ارزش ها و خیلی مسائل دیگر از دست دادیم و در حال حاضر متاسفانه دومین یا سومین کشور فاسد دنیا، دومین یا سومین کشور تولید کننده مواد مخدر و نرخ بیکاری بالای 60%، فقر بالای 50% و خیلی مسائل دیگری که ما متاسفانه دستاورده ای 16-17 سال اخیر بوده، در قبال از این ما همی دموکراسی نسبی و نوبهار و آزادی بیان به چنان دوستو پدیده ایر به دست آوردیم که قیمت بسیار گزافه در مقابل از این پرداختیم. انتخابات یکی از او پدیده ها هست به عنوان اصل و سنگ تعداب نظام دموکراسی در هر کشور، که متاسفانه حالا یک رخ سکه ای هست که همه پدیده های جدید است و ما در حال تمرین هستیم. این یک بحث قضیه هست که ما خب در 3 یا 4 دوره انتخابات تمرین کردیم، ولی تجربه نشون داده در کشورهای دیگه که شما هر مرحله ای که از این تمرین گذشته وضعیت رو به بهبود رفته، ولی آنچه که ما متاسفانه در افغانستان داریم همیشه وضعیت رو به خرابی رفته در بود انتخابات. شما انتخابات های دو دوره ریاست جمهوری آقای کرزی داشتیم، خب مشکلات خود داشت. انتخابات اخیر حکومت وحدت ملی داشتیم که متاسفانه خب همه شاهد بودیم که انتخابات آنچه که به نام انتخابات بود برگزار نشد، نهایتا به حکومت توافقی دست یافتیم و به این شکل. در انتخابات پیش رو هم، انتخابات پارلمانی، من خیلی امیدوار نیستم حتی در برگزار شدن این انتخابات با این وضعیت موجود که هست. اگه شما انصافا بیاین نگاه بکنین، انتخابات یعنی اصلی از اون 4-5 اصلی که باید در انتخابات رعایت بشه وجود نداره. یک مسائل امنیت است و یک پای دیگر. حالا فرض بر این بگیریم که برگزار بشه در تاریخ معینه، یکی از مشکلات بسیار حاده که در انتخابات پیشرو هست و عنوان میشه که روز دیدیم و شما از طریق تلویزیون آریانا پخش شد، آقای دولتی با سرایت لهجه به عنوان معاون کمیسیون. آقای روی بحث دخالت، دقیقا مشخصا روی بحث دخالت ارگ ریاست جمهوری ای بیشتر میپردازه، اما بحث عمده فعلا همین مسئله است که از دید شما کارهایی که در زمینه تا حال کمیسیون انتخابات انجام داده در قسمت روند ثبت نام درست بودی یا خیر؟ نه، اصلا همین خود پروسه و خود میکانیزم، باور ما به عنوان یک شهروند و یک فعال مدنی، میکانیزم درستی نیست. اولا که بحث تذکره خودی و خب سر و صداها بالا شده، بحث تقلب وافر میتونه انجام بشه. در دوره های گذشته که تذکری در کار نبود، چنانچه یکی از وکیلای پارلمان اعلام کرده که دولت 4 میلیون تذکره چاپ کرده. بله، از این فصل و گپای شنیده میشه. خود میکانیزمی که آمدن انتخابات برگزار بکنن، خود میکانیزم مشکل داره. این یک. دوم، در چیدمان سایت ها، شما در سایت ها در هرات، اولا خب مردم بسیار به دلایل متعددی، مردم دلسرد از انتخابات هم حضور پررنگ ندارن در انتخاب، با آن هم باز مشکلات در ثبت نام وجود داره. شما در قریجات وقتی در ولسوالی ها میرین، در خیلی سایت ها رو آوردن، بعضی سایت ها بسیار به فاصله کم جابجا کردن و بعضی سایت ها حتی طرف 4-5 قریه باید بره به یک سمت دگی تا بیایی بتونه بره ثبت نام بکنه.
مشکلات از این قبیل، دلسردی مردم، مشکلات دیگر، اینا همه باعث شده که ما حضور مردم هم بسیار کمرنگ باشه و هم بیباور باشن مردم به انتخابات. درسته، تشکر از شما. خانم بشیر، یک مسئله که خیلی مهمه در انتخابات که ما پیش رو داریم، بحث بیباوری مردم به کمیسیون انتخابات، بحث دخالت هر ریاست جمهوری که بعداً بپردازیم. از این شما چرا مردم بیباورن؟ آیا نماینده های ما در پارلمان در مدت 8 سال کاری نکردن یا نه؟ آنچه که کارهای نادرست که گفته میشه از طرف کمیسیون در انتخابات دوره ریاست جمهوری و قبل از او اتفاق افتاد، دیدیم رای های بسیاری از مردم مثلا در هرات در دوره ریاست جمهوری 100,000 رای باطل شد. کار درست نکردن کمیسیون یا کار درست نکردن کسایی که در خود پلیس جرگه هستن، کدام یک از اینا عامل بیشتر میتونه باشه؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت تمام عزیزایی که در میز هستن، با کمال تاسف که سر اردوی عامل ما میتونیم بحث بکنیم که باعث بیباوری مردم شده، بیشتر بیباوری مردم، هم کار نکردن درست و سیستماتیک کمیسیون که گفته رئیمی صاحب توقع می رفت که ما در هر چیز در تجربه گذشته از خلا و نواقصش پند بگیریم و یک شوی بهترش داشته باشیم، اما با کمال تاسف که ما می بینیم که در افغانستان همیشه عقب گرد بوده. وقتی ما هر آن چی داشتیم دستاورد مثبت، ایوازی که بیشتر و بهتر شوه، رفتیم به طرف عقب و نتونستیم که از خلا و نواقص گذشته خود استفاده بهتر بگیریم و سیستم جدید خوبتر را داشته باشیم. شیوه و میتود جدیدی را که کمیسیون شروع کرده و بی‌ثباتی را که شما در اون میبینین خود نگران کننده است برای مردم. وقتی که یک روز اعلان میشه که شما در کپی تذکره ها میتونین که استیکر ثبت بکنین و از او استفاده بکنین، دو روز سه روزی روال ادامه پیدا میکنه، بعدن فورا ای پروسیجر بند میشه، باز هدایت بعدی یا هدایت ثانی میرسه و باز پروسیجر متوقف میشه، باز مردم پس به حاصل تذکره باید مراجعه کنن. این دیگه کلا اعتماد از بین برده دیگه. حال ما نمیفهمیم که در از مو تاریخ با تقلبی که از گذشته ما تجربه داشتیم، شما چی توقع میتونین داشته باشین که از مو تاریخ سه روزی که جریان ثبت کردن در کپی ها جاری بود، چقدر حال سوء استفاده در پروسیجر انتخابات صورت خواهد گرفت. ایه و عامل دومی هم که شما به او اشاره کردید، کار نکردن درسته که مردم توقع داشتن از وکلای خود. البته توقع بری می رفت که وکلای محترم پارلمان در زمان کار کرده خود، در دوره که اونا وکیل منتخب مردم بودن، در قدم نخست پافشاریشان بر آمدن شفافیت در سیستم انتخاباتی کشور می بود و به طور دقیق یک سیستم را می ساختن که امروز نه خودشان به جنجال مواجه می بودن و نه مردم به جنجال مواجه می بود و توقع بری می رفت که اونا توجه بیشتر اول بر حسل و اساس کار خود که سیستم انتخاباتی درست و دقیق در افغانستان است میکردن و بعدن به دیگه مواردی که به مردم وعده کرده بودن به اونا میرسیدن و به منافع عمومی و منافع ملی بیشتر فکر میکردن تا به منافع شخصی خود. فلهذا با کمال تأثیر و تأثیر کردوی عامل باعث ازی شده کار با امو بزرگوارایی که در دولت در انتخابات گذشته ریاست جمهوری سر و صدا به راه انداختن و گلون پاره کردن که انتخابات شفاف نبوده، انتخابات مشکل داشته، حق تلف شده و گفته شما هر آن چی که خواستن دست برد زدن برای مردم و هر آن کاری که کردن، همونا امروز سکوت اختیار کردن. اونا امروز هیچ عکس العملی از خود نشان نمیتن. هر کس به طور دلخواه هر تغییر و تحولی که بخواد در کار پروسه انتخابات میاره، میخواد که کمیسیون زیر تاثیر خود قرار بده و اعمال نفوذ بکنه. و فکر نمیکنه خانم بشیر مشروعیت انتخابات زیر سوال ببره با این کارهایی که مثلا بس کپی تذکره شد باز رد شد، بس تک حوزه ها بود باز پس این مثلا رد شد و در کل کاری که خود کمیسیون میکنه کلا کار زیر سوال میبره. اگر ما میخوایم که یک خاک به چشم مردم بزنیم و اونا رو فریب بتیم و یک انتخابات نمایشی و سمبولیک برگزار بکنیم، شاید دیره بتانیم. با فشارهای ناخواسته که وارد میکنیم هم بر کمیسیون و هم بر مردم، به طور مثال این چیز موازی و مطابق به هم پیش نمیره. تاریخ ها رو شما ببینین، تقسیم اوقات کمیسیون شما ببینین، یک مورد اگر رو به پیش میره و تمدید میشه، یک مورد دیگه وقتش کم است. به کاندیدا به طور مثال نمیتونن که طرفدارای خود داشته باشن، نمیتونن که حداقل در اون فرم که خانه پوری میکنن، در اون جدول که خانه پوری میکنن، به واقعیت که شفافیت رعایت شوه و این جای نگرانی است و کلا پروسیجر زیر سوال. تشکر از شما خانم فرید. شما به عنوان نماینده مردم در پارلمان، صحبت های آقای رحیمی با خانم بشیر رمشین مطمئنا در بحث مسئله انتخابات در داخل این مسئله هستن، چه چالش های عمده در حال حاضر وجود داره در بحث پروسه ثبت نام و خود انتخابات؟ به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و حاضرین در این بحث، مخاطبین شبکه خوب شما. تشکر.
ببینین، اگر قرار باشه انتخابات رو مورد بررسی قرار بدیم، دو مؤلفه اصلی میتوانه اساسی ترین مبنای برگزاری اگر انتخابات باشه. مؤلفه اول کارگزاران انتخابات هستن، افرادی که انتخابات رو برگزار میکنن. مؤلفه دوم چارچوب حقوقی انتخابات هست. با چه چارچوب حقوقی، با چه مکانیزم های حقوقی انتخابات برگزار میشه؟ اینها دو اصل اساسی هست. مسائل حاشیه‌ای دیگر مثل بحث این که کی امنیت برگزار کی امنیت انتخابات رو در نظر میگیره، چه کسی پول انتخابات رو میده، اینا بحث های بعد از این قدم های اولیه هست. اگر در همین دو مؤلفه اساسی شما یک کم عمیق بشین و غور بکنین به چارچوب حقوقی انتخابات، اگر نگاه بکنین فعلا انتخابات طبق یک فرمان برگزار میشه و ما دو اتاق داریم، قوه قانونگذاری داریم، بارها بحث کردیم، چالش های زیادی از انتخابات وجود داشت که ما میخواستیم او چالش ها رفع بشه، این ناهنجاری ها جلا و حق تعیین سرنوشت مردم و حق رأی اونها را نگیره، ولی حکومت به اونها وقعی نگذاشت. ما امروز طبق فرمانی که خود حکومت صادر کرده، خود رئیس حکومت وحدت ملی صادر کرده و طبق همو باز اعضای کمیسیون برگزیده و ما یک قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات رو داریم، یک قانون انتخابات رو داریم. هر دوی قوانین قوانینی است که فرمان هست. این چالش بزرگ است به دلیل اینکه خب برگزار کننده انتخابات خودش قانون را هم خودش ساخته و از مسیر قانون گذاری نگذشته. بحث دیگه در مورد قانون اساسی افغانستان هست که 180 روز قبل از اعلان تقسیم اوقات هیچ تغییری دیگه در روند و پروسه انتخابات به وجود نمیاد. این که باز شما بعد از این که پروسه شروع شده سر حوزه‌ای بودنش تصمیم میگیرید، او هم در کابینه، مگر قرار هست کابینه و ارگ تصمیم بگیرن که انتخابات چگونه برگزار بشه؟ کمیسیون مستقل انتخابات داریم. کمیسیون مستقل انتخابات داریم. یکی این قضیه. دوم مثلا سر کپی های تذکره ها به دلیل اینکه آمار جعلی رای دهندگان را بالا ببرن، به دلیل که میزان مشارکت سیاسی در انتخابات پایین هست، بیان یک همچین تصمیمی رو بگیرن. خلاف قانون اساسی، خلاف قانون هست. پس از بعد چارچوب حقوقی اگر به قضیه نگاه بکنیم، ما عملا کارهایی رو میبینیم که خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف طرز العمل، عرف، همه چارچوب های حقوقی هست که میتونه تاثیر روی مشروعیت داره. بله دقیقاً. بحث بعدی بحث کارگزاران هستن. ببینین ما کارگزارانی رو داریم که فعلا هنوز انتخابات رو هم برگزار نکردن، فقط پروسه ثبت نام رای دهندگان که یک پدیده جدید هست در انتخابات رو شروع کردن و اینها هنوز ما نمیتونیم بر از اونها بگیم شما کار خراب انجام دادین. فعلا در حال رایزنی هستند، همه اعضای جدید هستند، ولی میبینیم چقدر مداخله سر کار کارگزاران انتخابات صورت میگیره. این مداخله ها در چه حد زیاد هست؟ بیاین استعفا کنین یا قبول کنین حرف ما، یا استعفا کنین. این یعنی مشروعیت کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات رو زیر سوال بردن. کسانی که کار میکنن میدانین، ما در پارلمان همین مسئله رو مطرح کردم، خودشان قربانی تقلب نیستن که بدانند تقلب چقدر تأثیر منفی روی روند دموکراسی و مردم سالاری در آینده افغانستان میگذاره، چقدر مردم رو نسبت به انتخابات بی باور میکنه. سوالی که از خانم بشیر مطرح کردن بیشتر که کدام گزینه و کدام دلیل بیشتر مردم رو بی باور کرده، بی علاقه کرده؟ بله یک تعداد نماینده ها آنگونه که باید کار نکردن، ولی نباید آنگونه همه رو به یک چشم دیدن کار. اما خانم بله سوال شما یاد شما نره چون من میخوام این رو جنبندی بکنم. ولی عمده ترین دلیلی که از مردم همین حال شما پرسان میکنه که چرا نمیخوان به انتخابات شرکت بکنن، این هست که عمل کرده تاریخچه انتخابات در افغانستان به شدت به افتضاح کشیده شد و امروز هم قرار هست ارگ انتخابات برگزار بکنه. درسته. و کمیسیون هیچ نقش در اون نداره و مردم میگه ما حق تعیین سرنوشت ما کجاست؟ ما از نماینده ها خسته هستیم، میخوایم نماینده های جدید انتخاب بکنیم. اگر خسته هستن خب باید بیشتر اتفاقا حضور سیاسی داشته باشن. افراد جدید، چهره های جدید، چهره های تاثیرگذار انتخاب بکنن. ولی وقتی که میبینن رأی اونها تاثیرگذار نخواهد بود، عملا بی باور میشن به حضور در پای صندوق های رأی و این یکی از بحث هاست. حال سوالش. درسته. ببینیم خانم فرید، شما آنچه که میگیم بیباوری مردم، اما یک تعداد زیادی از مردم باورشان بر ایست، با بخصوص فعالین مدنی که
کارکرد نادرست اعضای خود پلیس جرگه، حالا نماینده های ما در هرات در پارلمان، اینا باعث شده که مردم به روند انتخابات بی باور بشن. میگن ما رأی میدیم اما رأی ما درست شمرده نمیشه، رأی ما برای فردی که ما میدیم برای از اون خود کمیسیون مستقل انتخابات یا دخالت های در ارگ می به نفع دیگه مصادره میکنه. شما اعتراض میکنین که خود ریاست جمهوری خودش فرمان داد و انتخابات برگزار میشه. خب شما نماینده مردم بودیم، شما الان میگین بیان که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات استعفا بدن. چرا شماها کسایی که مخالف این طرح بودیم چرا نیامدیم یک کلکتیو جمعی استعفا ندادیم تا مردم رو بیدار بکنیم که وضعیت این گونه است؟ رئیس جمهور خودش تصمیم میکنه، خودش عمل میکنه، چرا این کارو نکرد؟ من فکر میکنم استعفا کردن راه حل نیست. خب پس چرا که میسون انتصاب ولی ما یک کلکتیو جمع کردیم و این کلکتیو تقریبا هر روز صحبت میکنه و نتیجه هم داشته. تعالی اجازه بده، ما چالش های زیاد در مجلس داریم. یکی از اون چالش ها رئیس مجلس هست. رئیس مجلس یک دوستیه داره و این دوستیه ابزار قرار گرفته سر این آدم که به سالن والی دنبال نشه این قضیه و بحث های مختلف. ما بحث قانون انتخابات، قانون ثبت احوال نفوس رو با 120 نماینده مردم که اکثریت هستن، چون میدونن یک تعداد زیاد غیر حاضر هستن، اینایی که حضور دارن 120 تا هستن، همه اینها اسناد در رسانه ها هست، ما اسناد جمع کردیم و شامل اجندا کردیم قضیه رو. ولی چون رئیس مجلس به دلایل مختلفی که تبانی با ارگ یکی از او دلایل هست نخواست که به این قضیه بپردازه، ما نتوانستیم حتی این قضیه رو شامل اجندا بکنیم. اتفاقا چند روز سر خط خبرها هم بود، ولی این دلیل نمیشه که ما خط مبارزه رو و این که این دادخواهی رو برای حق مردم بکنیم از او عقب بنشینیم. و یک بحث دیگه هم هست. ببینید ما امروز در یک حکومت مواجه هستیم که نامش هست حکومت وحدت ملی. بحث تساوی هم مطرح هست، نصفش دکتر صبح عبدالله است، نصفش دکتر صبح اشرف غنی. اما اینا یک موافقت نامه داشتن اگه یاد شما باشه. در این موافقت نامه که 6 ماده داره، 2 مأموریت عمده دارن. مأموریت اول از اینا این هست که اصلاحات انتخاباتی بیارن، تذکرهای الکترونیکی توزیع بکنن و بعد انتخابات برگزار بکنن تا افتضاح 2014 دوباره اتفاق نیفته. و تمام نشد. تمام جهان شاهد این امضا بوده، نه تنها مردم افغانستان. بحث دوم این که تغییر در سیستم نظام حکومت داری در افغانستان بیاید تا همه مردم خود در آینه نظام ببینن. این دو مأموریت عمده است، در 2 سال بعد انجام میشد. هر روز روی میز میزنیم، هر روز سر و صدا میکنیم، میریم به مصاحبه ها شرکت میکنیم. طرف مقابل با کمال چشم دریگی دیگه میگه که ما فکر نمیکنیم بخاطر از اینکه زمان شما در پارلمان ختم شده بود، بخاطر از اینکه حرف شما کسی توجه نمیکنه، نه مردم نه دولت، چون زمانی که بعد میبودین او 4 سال ختم شد دیگه. بعد از درست نیست، این درست نیست. قانون اساسی افغانستان دولت همیشه گهگاهی میگه تلویحاً میگه که اینا مشروعیت ندارن. دولت خود تریبون مخالف بیاز دوست نداره، اکثر میخواهی که مشروعیتش پایین بیاره، ولی این خانه ملت است، صدای ملت است. در اون میگه ماده 81 قانون اساسی. ماده 81 قانون اساسی دو چی داره؟ دو بند داره. بند اولش میگه که بله باید در سال پنجم نماینده های جدید بیاین. بند دومش میگه به شرطی که انتخابات برگزار بشه و نتایج اعلان بشه. حتی دو شرط میگه، حتی ایتو نباشه که انتخابات برگزار میشه نتایج اعلان نشه نماینده های جدید بیاین. نه اینگونه نیست. وقتی که حکومت نمیخواد تریبون مخالف باشه، خب میخواد که مشروعیتش پایین بیاره، چون این پارلمان بارها این حکومت رو به چالش کشید، بارها به خاطر عدم مصرف بودجه وزرای از او رو به استیضاح کشید، قوانین از او رو به فرمانهای از او طبق بحثی که پیشتر کردم مثل قانون انتخابات رو ما به چالش کشیدیم، با او مخالف هستیم و این مخالفت ها دیگه در آرشیو هست، در رسانه ها هست، از تلویزیون لایف پخش میشه، همه مردم در جریان قرار دارن. تشکر از شما آقای رحیمی. عزیز شما پیشتر سوالی که از خانم بشیر پرسیدم که عزیز شما کدام یکی مسئله خیلی بیشتر میتونه تاثیر داشته باشه که بی‌باوری مردم به کمیسیون انتخابات یا کارکرد نماینده های ما در ولسی جرگه؟ من باورمندم که 5-6 آیتم هست اینا، یعنی عوامل متعددی هست که یک تک حالا از مردم میپرسی میگن کمیسیون درست نیست، کدام نماینده کار کرد؟ بحث که مردم مطرح میکنن بس این هست که اگر دلایل خواسته باشیم شکل کلی هم مطرح بکنیم، حداقل فرشنگ 6 آیت میشه. یکی اینه که عدم شفافیت در انتخابات یکی از دلایلی بوده که پیشتر شما هم اشاره کردین. در انتخابات عدم شفافیت وجود داشته و هیچ وقتی متاسفانه حق به حقدار نرسیده. ما در انتخابات قبلی یک کسی دیدم به کابل، گفتم چه کار میکنین کوکر با پوفتک آمادم بچه خور وکیل کنم، بچه شما رأی نداره. گفت پیدا میشه.
هفته بعد خبر شدم که 2700 رای از به 6500 تبدیل شد. این باعث میشه که مردم واقعا بی‌باور بشن. یکی از دلایل اینه. دلیل دوم که محکمه و این دلیل کمکاری نمایندگان مردم هست در پارلمان. یعنی نوعی مردم دل سرد کردن از انتخابات. یک آدم آماده به یک وکیل رای داده، تلاش کرده، سر اعتماد کرده، رای خور به امانت بری و سپرده، ولی متاسفانه نه تنها که او آدم به شهری و به خودی و به ولایتی و کاری نکرده که گاه گدار خیلی گپار هم زیر سوال برده مسائل دیگه. این یکی از دلایل محکمه است که متاسفانه یکی از وکیلا حالا پرداختن به مسائل شخصی و پروژه داری و گپای دیگه. یک نفر ما شما داریم دیشتیم، حالا نه تنها وکیلای هرات که هر وکیلی در سطح افغانستان 249 نفر گفته، یکی از دوستا شوخی میکنه خودی باسکل فامادن حالا به 6 سال آنکو روزر 6 دودی میگردن. خب اینا همه باعث میشه که مردم دل سرد بشن، بگن خب رای وجود نداره و ما به کی اعتماد کنیم. و یک مطلب دیگر اشاره کنم، دلیل تعدد کاندیدا در هرات که 400 نفر به حدود 400 نفر در 10 نفر سهمیه هست، ای هست یک از دلایل محکمی هست که یک آدم به برادر خو فعلا دیگه اعتماد نداره، داخل یک خانواده دو نفر رفتن چی شده. خب دلایل دیگه هم داره کاندیداتوری، خب معامله هم هست، تجارت هم هست، قدرت هم هست، خیلی گپای دیگه هم هست. ولی به یک کسب هم تبدیل شد ولی به سراسر افغانستان. خانم کوفی خودی و از مثلا از بدخشان وکیل، خواهر و اتخار وکیل، این دفعه آماده دختر خانم از کندوز کاندید کرد. این به یک حرفه تبدیل شده، به یک شغل تبدیل شده، شغل بسیار پرنون پردرآمد و به اصطلاح در بعضی موارد دور از حیثیت خیلی از وکیل سیبا ما باشه، دزدی بسیار قانونی و حرمت با حرمت، پاسپورت سیاسی، تجارت، همه چیز خودی هم. خب این هم یکی از گپا هست. فساد اداری یکی از گپا هست. فساد اداری که ما در سیستم داریم متاسفانه، چنان چه بیشتر اشاره کردم، در این مرحله آنچه که بیشتر مردم ناامید کرده به گفته جناب وکیل صاحب مداخله دولت. یعنی ما انتخابات با عنوان رکن اساسی و سنگ تعداب نظام دموکراسی زیر سوال هست. ما فعلا گویا آدم احساس میکنه در یک حکومت شاهی ما زندگی میکنیم، فرمان صادر میشه، در یک حکومت ملک و توایفی زندگی میکنیم، همه چیز نوی به تمامیت خواهی نوی نصور تلبی ها اینا باعث شده که شما خب کمیسیونی که نام مستقل هست متاسفانه اجرات مستقل نداره. شما میبینید، عملا میبینید معاون کمیسیون میاد میگه که خب برای ما مداخله شده، برای ما گفتن دستور دادن که اگه کارم نکنی برو استعفا بکن. تا این حد اینا همه عواملی هست. مسائل امنیتی یکی از بحث هست. شما داخل شهر در نظر نگیرید، همین شهر امنه که ما با شما در هرات او را امن میگن و خیلی امن میگن، شما در خیلی اولیسویلی ها ما همیال کسی جرأت نمی کنه بره ثبت نام بکنه، شاید از طرف روز بره ثبت نام بکنه، شب بینه اندم پانیو. و اینا همه عوامل که دست به دست هم داده و پروسه کمرنگ کرده و اعتماد و باور مردم نسبت به این پروسه کم. درسته خانم بشید، بحث دخالت حکومت در انتخابات آنجا که خانم فرید هم مطرح کردن، اگر شما نکنه گفتن 180 روز قبل از برگزاری انتخابات بیش تغییراتی نمیتونه، اما دیدیم هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم که در همین هفته آمدن بحث حوزه بودن انتخابات آنچه که در قانون بود او را برعکس از کار میکنه. این دخالت ها از دید شما تا چی اندازه میتونه تاثیر روی انتخابات داشته باشه و دیدگاه حاکمیت بر انتخاب افراد خود در پارلمان بتونه او ثابت بسازه، جای بده؟ بسیار خوب. اول خب ما میخواییم که در رابطه با گفتار خانم فرید بگویم که خودشان به یک نوعی به گپای ما سعه گذاشتن. چنانچه گفتن که متاسفانه در پارلمان رئیس پارلمان که انتخابی خود وکلای محترم است، با یک نوع تبانی با حکومت تمام تخطی های قانونی را که حکومت مرتکب میشه او را چشمنداز میکنن و وکلای محترمی که در مجلس حضور دارن اونا نمیتوانن که از نمو قدرت مردمی که دارن و مردم اونا را وکیل خود انتخاب کردن استفاده بکنن و مانع شون و سد شون چیزی که مردم از اونا آرزو داره بر رفتار غیر قانونی حکومت. و با کمال تاسف ما شما شاهد ازی هستیم که روزمره تخطی قانونی رو شما میبینین و فرامین صادر میشه، فرامین تطبیق میشه و هیچ مورد برای جلوگیری از این وجود نداره.
کلا ما تایید میکنم که بر اساس قانون 180 روز قبل از تاریخ انتخابات وقتی که اعلان میشه دیگه هیچ تغییری را هیچ تعویض هیچ کس نمیتونه وارد بکنه در روال و شیوه کاری کمیسیون انتخابات. هم ما شما شاید از این هستیم که گفتم مثل چنق دلخوا هر روز که یک فکر در کلشون اومد امور میان صبحش تطبیق میکنن و بالاخره اعضای کمیسیون هم وادار میکنن که شما بگیرین این امروز تذکره نه کپی تذکره سوا نه پس کپی نه خود تذکره و بالاخره بی باوری را بسیار قوت میبخشه که عین امو دغدغه را که کل مردم داره ما هم داشته باشیم که آیا انتخابات در تاریخی که اعلان شده برگزار میشه یا نه و اگر برگزار میشه انتخابات به واقعیت امر انتخابات خواهد بود یا نه یک پیروزی یک روال سیاسی که او را هدف قرار دادن. درست. خانم بشیر چرا اعتراض نمیکنه؟ شما عنوان فعال مدینه، آقای رحیمی با عنوان فعال مدینه، خانم بشیر هم پیشتر این مسئله، خانم فرید هم این مسئله پرسید، چرا اعتراض نمیشه؟ هر کاری که حکومت در حال حاضر بخواد انجام بده انجام میده و هیچ اعتراض ما نمیبینیم، مگر اینکه حالا در رسانه گاهگاهی میبینید در پارلمان یک تعداد معترضین در مقابل پارلمان استاد میشن و صدای خود میکشن. چرا اگه اعتراض کلی نمیشه سر از این مسئله؟ کلا هم عقیده هستم با شما، مثل اینمی که روزمره ما کشتار جوانای خود میبینیم و غیر از یک پیام تسلیت که در صفحه فیسبوک در روی صفحه فیسبوک خود نوشته میکنیم و ابراز تسلیت میکنیم، دیگه از ما که نماینده های نهادهای مدنی هستیم، از وکلای محترم ما که در پارلمان حضور دارن و از مردم که اونا خودشان ناخواسته مجبور هستن اینمی قانون گریزی و قانون شکنی را قبول دار شون، هیچ صدایی از ما بلند نمیشه. دلیل از این چیه؟ دلیل از این میتونه عوامل بسیار مختلف و متفاوت داشته باشه. عمده نداشتن رهبری سیاسی بسیار قوی در افغانستان که به نفع مردم باشه، بخصوصا در بخش مازنا نداشتن یک نهضت بسیار قوی. حالا در بحث انتخابات آقای عبدالله، خانم بشه ببخشید، آقای عبدالله از جمله کسایی بود که کمیسیون مستقل انتخابات نقد کرد و گفت که بیشترین تقلب شده. حالا در کنار حکومت سکوت کرده در قبال در صحبت اول خودم یاد کردم که به اساس هم مائده توافقی که اینا امضا کردن و حکومت وحدت ملی را برخلاف قانون اساسی افغانستان به وجود آوردن، در اونم مائده آمده بود یکی از مواداتش حتما آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات و آوردن شفافیت در پروسیجر کاری و داشتن یک سیستم انتخاباتی دور از فساد بود که با کمال تاسف امو بزرگ مردا که سرمیشان برشان رسیده و حق خود گرفتن دیگال سکوت هستن و یک صدای از اونا شما نمیشه. درست. تشکر شما. خانم فرید، یک نگرانی برخی از فعالین مطرح میکنن که احتمالا انتخابات با تعویق بیفته. یکی دیگه دخالتی که در حال حاضر ارگ روی دست گرفته مستقیم در کار کمیسیون مستقل و سکوتی هم که شما فعالین مدنی در مقابل مسئله گرفته میست که احتمال نه بسیار شک بیشتر وجود داره که خود حکومت نماینده هایی که خودش میخواد در پارلمان اونا رو جای به جای کنه و پس از در مقابل تصمیم از کسی صدای خود نکشه. بسیار خوب. ببینید، اول این منطقی نیست که بگیم کسانی که خودشان میشه که امکان داره که قربانی تقلب بشن سکوت بکنن. نه، اینگونه نیست. من خودم شخصا به عنوان یکی از افرادی که در طول همه چند سال برای مردم نمایندگی کرده و دستاوردهایی داره، نمیخوایم که شفافیت پروسه انتخابات زیر سوال بره و تقلب مبنا باشه برای انتخابات. و همین خاطر من خودم شخصا سکوت نمیکنم. و دوم، قانون اساسی افغانستان یک بند داره و اوی هست که یک سال مونده به انتخابات، پارلمان در مورد انتخابات هیچ تصمیمی گرفته نمیتونه. دلیلش هم منطقی هست خب، چون که خود نماینده ها به احتمال زیاد 1% زیاد اونها دوباره کاندید هستن. ولی خب این دلیل نمیشه که ما در مورد چالش هایی که در پروسه انتخابات هست صدای خود بلند نکنیم. این کار میکنیم و شما این رو در رسانه ها دیدید. چرا در قانونی خب قبل از یک سال شما استفاده نکردید؟ استفاده کردیم. چرا امروز حکومت هر کاری که دلش میخواد؟ ببینید، بحث وقتی که ما استاد میشیم و کار خود انجام میدیم ولی حکومت به او احترام نمیگذاره، گناه کی است؟ گناه حکومت است. چرا استعفا ندادیم ما جمع؟ ببینید، این بحث استعفا نیست. ما اگر استعفا بدیم کار پروسه قانونگذاری، پروسه تصویب بودجه، پروسه نظارت بر عملکرد حکومت همگی جار خالی میکنیم به نیروی مافیایی که همین حال عملا نمیخواین نیرو حضور داشته باشه در پارلمان. استعفا اگر راه حل بود، خیلی ها استعفا کردن و امروز پشیمان هستن که تریبون از دست دادن برای مبارزه و برای بلند کردن صدای مردم. شما خبر داره. یک موضوع دیگه هم به دلیل اینکه در بحث دو بزرگوار مطرح شد، حداقل من به عنوان یک دو بزرگوار تحصیل کرده ایره میخواستم که اینگونه تحلیل صورت بگیره که وقتی میگن 249 نماینده، حداقل یک استثناء هم در نظر بگیریم. به خاطر از اینکه ما داشتیم نمایندگان را هم، من خود
در مورد خود صحبت نمی کنم، قضاوت به دوش مردم، نمایندگانی را که واقعا استاد شدن در کنار مردم، صدای مردم گفتم بودن بیشتر که اعتراض کردن نمیشه و اعتراض کردن، این صدا را بلند کردن و خواستن نماینده واقعی مردم باشن. و یک تعداد هم همین رقم که میگن آنقدر این تصویر را مبهم کردن، انقدر خراب کردن که عمل کرده همه 249 نماینده زیر سوال رفته و این را به مردم حق میدیم. عوام هستن، ولی آدمای تحصیل کرده در عرصه الیت جامعه باورمند هستم که حداقل باید این گونه قضاوتی را نداشته باشن. بحث بعدی در مورد رئیس پارلمان هست. رئیس پارلمان انتخابی نیست و دعا کردن سرش در مهمترین بالاترین نهاد قانونگذاری که نماد دموکراسی و مردم سالاری در این مملکت هست، سر یک نفر دعا شده و ما مخالف بودم، ولی اتفاق افتاده. اگر یاد شما باشه ما منشی موقت بودم و هر روز ما انتخابات برگزار میکردیم، به دوست رای و سر رای میماند، ولی سر امی آدم دعا شده و من موافق این قضیه نبودم. خیلی های دیگه هم نبودن. بحث دیگه بحث دخالتی هست که شما مطرح کردین. ببینین، ما یک کمیسیون داریم به نام کمیسیون مستقل انتخابات. چرا نام از این گفتن کمیسیون مستقل؟ از چی میخوایم ما؟ چی میخوایم از کمیسیون مستقل انتخابات؟ چیزی که ما از کمیسیون میخوایم این هست که هر آنچه که انجام میده مردم قبول کن. ما در برنامه های زیادی، در انتخابات های زیادی در کره جنوبی، در هندوستان، در همین همسایگی ما در ترکیه حضور داشتم به عنوان شاهد انتخاباتی تا ببینم چگونه این تصویر انتخابات پیش مردم هست. از 99% مردم که پرسان بکنن از عملکرد کمیسیون خود راضی هستند و او را زیر سوال نمیبرن. ما در کره جنوبی 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کرد و در اونجا شاهد انتخابات بودم، ناظر بین المللی، و من دیدم که در 4 بجه بعد از چاشت نتایج اعلان شد، حزب برنده اعلان شد و تعداد شکایت ها، من در کمیسیون شکایات رفتم و دیدم تعداد شکایت ها 100 تام نبود، اونا هم شکایت های بسیار ابتدایی. شما میبینید شکایت هایی که در کمیسیون شکایات ما درج میشه، از جنگ سالار که چه کرد، از کدام مافیا که چه اندازه رای تقلبی رو داخل صندوق کرد، شما به چی پیمانه شکایت وجود داره. ما از کمیسیون مستقل انتخابات تنها چیزی که میخوایم این هست که نتیجه رو مردم بپذیره و باورمند بود نتیجه باشه و هر کاری که خلاف این باشه، هر کاری که خلاف این هدف و قایت ارزشمند باشه، عملا علیه منافع ملی افغانستان تلقی میشه. این موضوع رو من میخواستم یادآوری بکنم. دوم، ببینین 850 میلیون نفر در هندوستان رای میده. 850 میلیون نفر در انتخابات گذشته با همه تقلب‌ها 6 میلیون نفر رأی داد. ولی چرا هنوز هم ما بعد از چندین انتخابات در چنین وضعیت قرار داریم که هنوز هم پروسه انتخابات در حاله از ابهام قرار داره؟ چون اراده برای شفافیت در انتخابات وجود نداره. اراده بیشتر از طرف کیش؟ ببینین، یک تعداد در حکومت و در مافیا نمیخوان شفافیت در انتخابات بیاید، حق به مردم برسه، مردم حق تعیین سرنوشت خود داشته باشه، مردم نماینده های خود را انتخاب بکنه. و این پروسه میدونین یک چرخه هست، چرخه هست به نام چرخه فساد. قسمتی از اون انتخابات هست، از همین فساد می حال میفهمین که رای میخرن، میبینین که در قریه‌های مختلف ارباب ها را خریداری میکنن، وعده های دروغ و وعید های دروغ میگن. یکی از دلایل که همه حال مردم بی باور هست به عملکرد نماینده های خود میدونیم چیست. رفتن برای مردم قریه گفتن ما برای تو برق میاریم، سرک تو را میسازیم، پل و پلچک و کلینیک تو را میاریم، در حالی که در مملکت فقیر مثل افغانستان که نیم بودجه از اون میره برای امنیت، نیم بودجه از تقسیم همه سکتورها میشه، نه به معارف اوقدر پول هست، نه به صحت اوقدر پول هست، نه به زیربناها. پروژه انرب یکی از پروژه‌های مهم زیربناسازی انکشاف دهات ما 3 سال است که بسته است، هیچ سرک بین قریه ای نمیسازه. یعنی میخوایم بگم هر چی که وعده میدن واقعیت نیست. ببینید، هر چی که وعده میدن، نمیخوام بگم، وعده های بسیار زیادی دادن، همه ما بیاد داریم. این وعده ها در حد بود که میگفتن ما این مملکت به هرات دیگه گل و گلزار میکنیم، از این رو به اون رو میکنیم. دلیلش هم که مردم بی باور هست همه هست. من خودم شخصا زمانی که کمپاین شروع کردم میگفتم من فقط صدای شما میباشم، من به قصه از این هستم که بیایم ببینم که در کدام منطقه کدام ارباب محل از کی راضی هست، از کی ناراضی هست، کدام مافیا چه میکنه. مهمی هست که از حق و عدالت دفاع بکنه. تشکر از شما. ولی اگر قرار باشه، چون ما 400 کاندید داریم،
حداقل همین پیام به اونها رسیده بشه و هزاران کاندید در سرتاسر افغانستان داریم، این پیام به اونها رسیده بشه، کاری که نمیتوانیم برای مردم بکنیم در چارچوب قانون اساسی برای نماینده در نظر گرفته نشده. خواهش میکنم برای مردم قول ندین، سطح انتظارات مردم رو به شکلی نبرین بالا که مردم فردا نسبت به پروسه نمایندگی که یک اصل بسیار متفاوت هست، منابع در دست نداره، پول نداره که بتونه پروژه برای شما بیاره، فقط صدا داره که بتونه صدای شما باشه، حداقل این تصویر ایران است. درست، تشکر شما. آقای رمی، بحث دخالت احزاب مطرح است که خیلی نگرانم از اینکه برخی از احزاب حالا به گفته خودشان مقتدر در افغانستان به نحوی دارن دخالت‌های در این پروسه ثبت نام هم انجام میدن. نگرانی از دیگر ولایت ما داشتیم، در هرات هم این نگرانی هست. این تو چی اندازه میتونه نگران کننده باشه؟ قطعا این هم یکی از مشکلات هست. من پیش از اینکه به جواب سوال شما بپردازم باید اصلاح بکنم گپ پیشتره که عمومیت نداره و اونان هم و شما این میدانین که هر کسی سخن قطعی نیست و اگه قطعی باشه علمی نیست. به این معنیه که یک تعداد مگفتم، یک تعداد از وکلا و نماینده ها ما متاسفانه همین ذهنیت ایجاد کردن و دیگه در اصل این بس نیست که بیایم ریز بکنیم که چه کار کردن. دکتر شبچرجوقی به عنوان عضو مجلس، به عنوان معاون دوم در چندین مصاحبه خود گفته که پارلمان فعلی ناکامترین پارلمان دوران تاریخ افغانستان بوده. این دیگه از دقیق است. این معنی که دیگه والا زم نجی که کارآمد نبوده، ناکامترین بوده و گپای دیگه هم هست. بس مافیا و خیلی گپا دیگه هم داریم. حالا یک تعدادی هم بودن، نماینده بودن، تلاش خور کردن، اینا رو هم نمیشه منکر شد. بحث احزاب جناب امیدیس، خب این هم یکی از نگرانی ها هست. من جمله احزاب پرنفوذ، کسایی که در مناطق به خصوص در مناطق روستایی و ولسوالی ها نفوذ دارن، اینا ها بسیار تاثیرگذارن، در خیلی مسائل تاثیرگذار هستن که میتوانن که خیلی مسیر رن به یک شکل به نحو خود تغییر بدن و وضعیت و خیلی مسائل دیگه تا میتونه تقلب در اون سایت ها انجام بشه به اساس نفوذی که پایک هست. ولی در مجموع شما اگر به طور کلی خواسته باشیم این انتخابات ارزیابی بکنیم، انتخابات پیش رو، انتخابات پیش رو به باور من شهروند انتخابات مردمی نیست. انتخاباتی هست فرمانی، دیکته شده، مهندسی شده و از آدرس های خاص مداخله به شدت جریان داره و این اگر هم مردم حاضر نمیشن که بیاین ثبت نام بکنن به پلوی 10 تا دلیل موجه دیگه دارن، یکی هم همین بحث است که امیدوار نیستن و هیچ اعتمادی ندارن که ما دیم بریم رحم و حداقل به یک جانه که به چند جا از این سوی استفاده نشه و فروخته نشه. تشکر از شما قدیمی. حالا بشیر، شما پیشتر بحث خانمان مطرح کردن که محوریت درسته تا حالا شکل نگرفته برای حمایت از خانما. در بحث خود انتخابات، جایگاه بانوان در انتخابات از دید شما چی میتونه باشه؟ ناامنی ما در ولسوالی ها داریم، در قریه ها داریم، در بسیاری از ولایات افغانستان میبینین که خانم ها نمیتونن اصلا پای صندوق های رای بیان. آیا اون نقشی که باید بر خانم ها داده باشه از دید شما داده میشه؟ باز بخصوص در این انتخابات که چالش ها بیشتر است. بسیار خوب، موضوع خوب را مطرح کردین. اول خوب ما پیشتر کم گفتم که توقعی که میره از فعالین مدنی و یا از اشخاص با نفوذ و یا از کسایی که منتخب مردم هستن که یک عکس العمل نشان بدن در رابطه با تخطی از قانون یا قانون شکنی ها، یگانه رایی که بر ما مانده این مطبوعات است و ما از این طریق مطبوعات صدای خود بلند میکنیم و چنانچه ماها همیشه گفتیم در برنامه های قبلی هم همینطور بوده که ما صدای خود بلند کردیم و گفتیم. و در مورد بحث خانم ها، وقتی که خانم فرید و آقای دایمی میگن که این یک انتخابات فرمانی است، پس راهکارش چی است که ما این فرمانی را بشکنیم؟ بهتر همیست و چرا همین زمینه را مساعد بسازیم که این انتقاد متوجه ما شود که شما بگوین که خب شما به نام فعال مدنی چیکار میکنیم؟ پس وقتی ما میبینیم این همی تخطیره به چشم و سر مشاهده میکنیم، وظیفه و رسالت هر یک از ماست که از آدرس خود عکس العمل خود به نیست یک طبیعی افغان نشان بده. مثلا در مقابل همی تصمیم ارگ بکنیم. در مورد همی که این یک انتخابات فرمانی است، باید که مردم آنقدر آگاه بسازیم، رسالتشان برشان بفهمانیم و از حق اساسیشان اونا رو باخبر بسازیم که نگذارین انتخابات فرمانی تطبیق شود. بگذارین که انتخابات مردمی شود و سهم بگیرید. درست است که عوامل ناامنی
فقر اقتصادی، مشکلاتی که مردم دارن، تمام عواملی که دوستا برشمردن باعث از این میشه که مردم نرن سهم نگیرن در پروسیجر و تمام مواردی که قبلا ما یاد کردیم. اما این در از آن مردم روشن بسازیم ما که اینمی غفلت و نارسایی و نرفتن شما به پای صندوقای رای یک شش سال هفت سال دیگه مصیبت را که ما قبلا داشتیم و پیش رویتون میاره، شما و اولادتون مجبور هستین اینمی 6 7 سال دیگه باز به این وضعیت سپری کنین و باز این وضعیت داشته باشین. فلهاز داره که برگزار نشه و فکر نمیکنیم روند دموکراسی که حالا ما در افغانستان زیاد هم نماینده ها پارلمان مطرح میکنن فعالین مدنی و یک چالش روبرو بشه دموکراسی؟ طبعا میخوام یک چالشی هست که ما قبلا هم خوش دولت بیه بگه ما برگزار نمیکنم انتخابات. بحث امنیت مطرح وقتی بحث سعی کنین اول خود ما میریم سر از این مورد که دولت باید مکلفیت های خود ادا کنه. مکلفیت دولت گرفتن امنیت اتباع کشور است که اونا باید بتونن برن به پروسه انتخابات. اگر دولت بخواد بانه بکنه دیگر او بخواد که انتخابات شعوری برگزار نکنه، باز او وقت کلا دموکراسی در افغانستان زیر سوال میره. پس اون تعهدی که در مقابل جامعه بین المللی داره او چی میشه؟ پس این توافقنامه‌ای که امضا کرده بوده او به کجا میشه؟ باز در او وقت باز هم پاسخگو هستن بر مردم و باید بر مردم و بر جامعه بین المللی جواب خود بگویند که ما چی میخواییم از افغانستان. میخواییم که یک وضعیت دیکتاتوری را داشته باشیم دوامدار در افغانستان و مردم به می وضعیت اسفار زندگی بکنن و بمانن، و یا نه با امور دموکراسی نوپا را یاد کردن به طور نمایشی به طور نسبی هم میخواییم که او را تمثیل بکنیم یا نکنیم. و یک طرف قضیه مردم هستن و مردم هم نباید دیگه رقم به دست خود از آتش دور بگیرن و کلا به آزار بشینن و هر اون چی که سرشان میآید اونم را قبول دار شون و برن به مورا. نه دیگه، وقتی میگیم فرمانی است بیاین که فرمانی رو به مردمی تبدیل بکنیم و این کار کل خود ما و شماست که باید این کار رو بکنیم. از مردم همی توقع میره که نگذارین 6 سال 7 سال دیگه همی وضعیتی که در گذشته بود با سر شما حاکم باشه. فلهاز در مورد به زنان و اصل سوال شما میخواییم بگویم که ناهمی یک نگرانی و دغدغه بسیار مهم است در بخش اشتراک زنان در انتخابات. نداشتن تذکره یک مصیبت دیگه است برای زنان. اکثریت زنان در ددوار گذشته انتخابات کارت رایدی داشتن، حالا اکثریتشون تذکره ندارن متاسفانه و این مشکل بسیار مهم است در بسیار بخش های همی حوزه که ما شما زندگی میکنیم. وقتی از مردم میپرسین اونا میگن نه تذکره در منطقه ما توزیع میشه، نه اون سایت باز شده برای اینکه ما تذکره های خود استیکر بزنیم. و این یک موردی است که بسیار نگران کننده است برای وضعیت زنان که های زنها حداقل به تناسب انتخابات گذشته میتونن در صفوف انتخابات در لاین حاضر باشن و برن رای خود به صندوق بندازن یا نه. تشکر از شما خانم فریجوت. از این مسائل خود شما مطرح کردن، دوستان مطرح کردن، چالش امنیتی تا چه اندازه یک تهدید جدی در مقابل برگزار شدن و نشدن انتخابات محسوب میشه؟ ما تجربه داریم از انتخابات گذشته که اتفاقا هر چه که وضعیت امنیتی بد باشه در پروسه انتخابات وضعیت بدتر میشه. چون رقابت ها، دست گروه های مختلف سیاسی، همه اینها تاثیرگذار روی وضعیت امنیتی هست و این بسیار نگران کننده است. اما باز هم همین رقم که خانم بشیر گفتن دلیل نمیشه که مردم از حق تعیین سرنوشت اونها باز داشته بشن. باید زمینه حضور اونها هم برای ثبت نام هم برای رای دادن فراهم بشه. یک سوال دیگه هم در مورد زنان مطرح شد، بسیار مهم هست. 38% رای دهندگان انتخابات 1393 در هر دو دور زنان تشکیل میدادن. سهمی که زنان در قدرت کیفی امروز دارن 10% هم نیست. حتی ما یکی از زنان به عنوان اولین کاندید وزارت معادن افغانستان به پارلمان آوردیم، از بین همه همون خانم رای نرد. ببینین، من میخوام اینو بگم که تصویری که امروز ما از افغانستان داریم آینه تمام نمای از پارلمان ما هست. یعنی از هر طیفی محافظه کار، از هر طیف تحصیل کرده و حتی عوام ما در مجلس نمایندگان داریم. امیدوار هستم پارلمان آینده افغانستان پارلمانی باشه که به حداقل های حضور زنان در سیاست ورزی باورمند باشه. به خاطر از اینکه ما هر سال کاندید داریم، من خودم شخصا کاندید هیئت اداری هر سال هستم، ولی هیچ سال ما حتی یک نفر نتوانستیم در هیئت اداری به عنوان زن داشته باشیم. یک پارلمانی که با همین دید مردسالارانه نسبت به نیمی از جمعیت این جامعه نگاه میکنه، چطور به طرف زنها نگاه میکنه و از اونا میخواد که به عنوان نماینده از اونا برای از اونا رای بده و زنان بره باز پس دوباره به همین طور مردهایی که با همین دید میخواین نمایندگی بکنن رای بده. قانون محو خشونت علیه زنان، قانون حمایت از کودکان، همه این قوانین امروز به خاطر همون دید مردسالارانه و این که سن دختر 12 ساله، سن بلوغ است، سن پسر 18 ساله است، یا مسائل بسیار ابتدایی دیگه که چند همسری و نمیفهمم داشتن سرپناه
بر زنان هست، همه اینهای قوانین به خاطر همون دید مانده، اینها میتوانه زندگی زنان تغییر بده، قدرت کیفی رو برای حضور زنان بده. و این در دست زنان هست که چگونه میتوانن انتخاب بکنن و انتخاب بتوانه راهگشا باشه برای حضور سیاسی اونها. و یک موضوع دیگه هم پیشتر مطرح شد در مورد این که خب این نماینده های جامعه مدنی، نماینده های پارلمان، شما چی کرده؟ ببینین، یکی این هست که ما چی میتونیم کرده؟ ما خوب تفنگ و نمیفهمم تانک و راکت که نداریم، و اگه داشته باشیم هم ما اینها از صدای مردم داریم. شما و ها اتفاقا ما صدای مردم داریم، همین مردمی که امروز در همین بهبوه فعلی جمع کردن تذکره ها، مثلا برای داشتن هوادار برای ثبت نام کاندید ها، هر تذکره خود 1000 افغانی میفروشه، 2000 افغانی میفروشه، چطور فردا از اون نماینده میخواهی که برش کار بکنه؟ ایره هم دیدین این بعد قضیه را نگاه کردین. به نظر شما مقصر خریدار یا فروشنده؟ مقصر کسی که میفروشه. رای خود نفروشین، چون کسی که رای بفروشه فردا از اون نمایندگی نمیشه. شما یاد شما هست سال 1389 کسای زیادی رای گرفتن ولی با پول گرفتن. به پیش روی خودم یکی از وکیل صاحبا نشسته بود، یک نفر زنگ زد گفت ما مشکل داریم، ما این رقم مشکلات داریم. گفت برادر رای دادی خریدم، دیگه چی میخوای از من؟ این مسئله اساسی است. ببینین مبنای دموکراسی و مردم سالاری مردم هستن. مردم کنار نماینده هایی که برش رای داده استاد شد؟ نه، به خاطر از اینکه رای خود فروخته بود. و ما هرچی سرصدا کردیم و سرصدای خود بلند کردیم در موارد مختلف، یاد شما هست به عنوان کسی که در رسانه هستین، ولی دیدین که مردم خب با همون سطح توسعه سیاسی پایین 7 سال پیش همون دیده داشت. 7 سال گذشته، تصویر متفاوتی از مردم سالاری برای مردم ارائه شده، از نمایندگی به همین شکل. حال حق تعیین سرنوشت خود نفروشن، برن به کسی که فکر میکنن چهره نو هست، چهره قدیمی هست، کار کرده نکرده، رای بدن، ولی رای خود را به اساس ارزش بدن. رای ارزشی با رای پولی خیلی فرق میکنه و خودش آینده پارلمان مافیایی را ترسیم میکنه اگر ما رای خود را به کسایی که پول دارن بفروشیم. درست، تشکر از شما آقای رحیمی. آخرین پرسش از شما میپرسیم که برخیا از همین حال شروع کردن به کمپاین، کسایی که کاندیدان احتمالی هستن از همیال شروع کردن به کمپاین، آنچه که خانم فرید گفتن وعده هایی هم میدن برای مردم، در مورد دیدگاه شما میخواستم داشته باشم. اول خوب بگم که یک فرق بین فرنین مدنی و نماینده های پارلمان زمین و تا آسمانه. هر دو شما صدای مردم از لحاظ امکانات، از لحاظ مسائل حقوقی به مراتب دست باستره که نسبت به یک فعال مدنی. حالا با این که ما قوی اجرایی نیستیم، ولی اما اعتراض به همین میدیایی که خانم بشیر گفتن همینه، تا توانمندی ما همین است و همین آگاهی دهیه برای مردم بیشتر توانه ندارد. خیلی کوتاه آقای رحیمی بود. در رابطه به رای، آنچه که ما متاسفانه مردم افغانستان ای هست، ما مشکل کلی ما ای هست که ما همیشه نمیخواییم ماهیگیری یاد بگیریم. ما همیشه به یک دونه ماهی دست صیاد قناعت میکنیم، یک دونه ماهی میدن دست ما، 100 دونه میندازن به سبد خوب و ما رای خانه پیش میگیریم میریم. من باورمند هستم همه ما منتظر روز خوب هستیم و هیچ کس، کمتر کسی در افغانستان فکر میکنه که روز خوب بسازه. ما تا ماهیگیری را یاد نگیریم سرنوشت ما همی است، همین رای که میگیم. ولی که مقصر خریدار یا فروشنده میمون، خریدار هم قصور داره، فروشنده بیشتر مقصر، ولی در مجموع مشکلات ما وقتی رفع میشه که به گفته گاندی میگه ملت ها شایسته حکومت یعنی که بر آنها حاکم است. ما مشکلات ما وقتی رفع میشه که ارزش رای خوره بدون. تشکر از شما. تشکر از شما خانم ماریا بشیر، فعال مدنی و رئیس پیشینه ریاست سالونالی هرات، خانم فرید، عضو مجلس نمایندگان و جناب آقای رحیمی، فعال مدنی. ممنون. این بود برنامه ما که از استودیو هرات تقدیم شما شد. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.